اگر واقعا که ثابت شده که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سحر و جادو شده و بعد پیامبر گرامی با امی سحر و جادو چی رفتاری کرده خواهران و برادران نهایت عزیز و گرامی فراموش نکنیم که این یک واقعیت است و ثابت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جادو شده بود حضرت عایشه رضی الله عنها میگوید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سحر شده و سحر برشان تاثیر گذاشت تا جایی که فکر میکرد خیال میکرد که کاری کرده است در حالی که نکرده بود به روایت بخاری شریف و مسلم شریف نقل شده میگه دو فرشته به نزد مبارک آمدند یک کنار سرشان بود و دیگری هم کنار پاهایشان نشستن یکی از او دو فرشته میگه برش میگه که این را چی شده است دومی گفته که جادو شده گفتند چی کسی را جادو کرده و نام یک شخص را میگیره بعد پرسان میکنه که با چی چی سهر شده بعد میگه که با وسیله شانه پسمانده الیاف کتان و پوست شگوفه خرمای نرکه در چاه زروان مدفون است و بعد از امام ابن قیم رحمت الله علیه میگه که عده ای حدیث را میگه رد کردن میگن که چنین چیزی در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم جایز نیست و گمان کردن که سهر شدن پریشان نقص و عیب است آن تاوری که پنداشته اند نیست بلکه تاثیر سهر مانند تاثیر بیماری ها و درده های بر بالای بدن پیامبر گرامی تاثیر گذاشته بود که این هم موثر واقع شده بود پس از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یقین میکنه که واقعا سهر شده از الله سبحانه و تعالی خواست کمک میکنه مگه بار الها مکان امی سحر برای من نشان بده پیامبر صلی الله علیه و سلم او را بیرون آورد و باطل کرد و همه حالت سستی و بیماری که در وجودش تاثیر گذاشته بود که علتش هم سحر جادو بود از بین رفت گویا مثل یک کسی که قید یک زندان باشه و بدن آزاد شد راحت شد و همین گونه شد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر جادو شدن خود کس را تعقیب نکردند و حتی وقت برشان گفتند که آیا امو خبیث را که جادو کردن شما را دستگیر نکنیم و نکشیم فرمود مرا که الله سبحانه و تعالی شفا داد و من بیم آن دارم از آن میترسم که نشود چنین کاری که یک دستگیری, دسگیری جادوگر یا ساحر باعث ایجاد شر فتنه در میان مردم بگردن سبحان الله پس ای واقعیت است و حتی از قرآن و حدیث ثابت شده که جادو حق است و بالای پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و آله و سلم تاثیر گذاشته خب حالا راه حل چیست زمانی که دیدیم جادو شده چه قسم خود ما را حفاظت بکنیم که جادو نشویم آیا دعای است که من و شما را از ضرر حسادت و سحر حفاظت بکنه یا دعایی است که من و شما باید بخوانیم و کسانی که بخواند بالای ما سحر بکنن و جادو بکنن تأثیری نداشته باشه بله یکی از اسباب که کسب عافیت از همه بدی ها و ضرر ها را داره اینمی می خواندن قل هو الله احد است قل هو الله احد و معوضتین است بعد از نماز صبح و شام که سه بار خوانده شوه امی قل هو الله احد همراه با معوضتین سه بار صبح سه بار شب بخوانید و جانتان را از شر حاسدین و از شر ساهرین حفاظت کنین و همچنان ای دعا رم بخونین اعوذو بکلمت الله تماتی من شر خلاق سه بار صبح و سه بار شب این شکل سوره هایی که گفتم قبلا بخونین این هم مثل همون سه دفع صبح سه دفعه شام بخونین و همچنان این دعا رم فراموش نکنین بسم الله الذي لا یزرو مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم و ای مثل آن دعا سی بار صبح و سی بار شام بخانید و این دعاها در احادیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است حالا فکر کنیم که من و شما الله را خواسته جادو شدیم و دیگه هیچ راه پیدا نشد که جادو از سر ما دفع شود دور شود پس ده ای تو صورت میتونیم که نزد یگان جادوگر بریم و جادوی خود را از بین ببریم و باطل بسادیم و یا همچنان نماز خواندن پشت سر کسی که ساحر است جادوگر است یا کسی که سحر را تصدیق میکنه درست است یا خیر با توجه به ای که آیتهای های زیادی و روایات زیادی نسبت به این زشت بودن و کار زشت بودن سحر و ساحر آمده نماز خواندن پشت سر یک قسم افراد درست نیست پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در بخاری شریف می فرماید که حضرت ابی هریره رضی نقل میکنه میگه از هفت گناه مهلک بپرهیزید یعنی از هفت گناهی که من و شما را حلاق می سازد از این پرهیز بکنید دوری بکنید بعد صحابی های کرام عرض می که یا رسول الله این هفت گناه چیست بعد میگه که شرک به الله سبحانه و تعالی و جادو و کشتن کسی که بناحق است هیچ گراه نداره کشته میشه و شرک به خدا و ببینیم که اصل هدف من و شما جادو است که جادو در همین هفت گناه مخالک کننده آمده هر کسی که جادو میکنه و هر کسی که نزد جادوگری میده و در میان یک زن و شوهر روابطشان را میخواه خراب بسازه و یا به هر گونه ضرری که به یک مسلمان میدسانه ای یک گناه کبیره است و این آدم از امو گناه که کرده که رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت میدهه که پرهیز کنید که محلک کننده است و کسی که نزد جادوگر میره و او جادوگری که جادو میکنه ایا محلک شدن حلاک کردن خودشان را پس ما و شما از این روایت میدانیم که سهر از گناهانی که میره بزرگتر است از آیه 101 و 102 سوره بقره دانسته میشه که جادو کفر است زیرا یهود تورات را به سحر مبدل کرده بودند قسمه که الله سبحانه و می فرمایه او از اهل کتاب یعنی یهود کتاب الله سبحانه تعالی را تورات را پشت سر انداختند و گوی آنها نمی و پیروی کردن از آن چی شیاطین درباره سلطنت حضرت سلیمان می خاندن. که نسبت جادو را به حضرت سلیمان اینا رب دادند در حالی که سلیمان علیه السلام کفر نور زیده بود بلکه شیاطین کفر کردند که به مردم جادو می آموختند و بعد در ادامه می که هاروت و ماروت هیچ کس را جادو نمی آموختند مگر اینکه پیش از آن به او می گفتند که ما سبب امتحان و آزمایش الله سبحانه و تعالی هستیم پس شما کافر نشوین پس از این ما و شما می دونیم که امی تعلیم سحرم کفر است و بعد در آخر میفرماید که به تحقیق که آنها دانیستند که جادو را به عوض ایمان بخرند یعنی از آخرت که بهشت است بی نصیب شوند و محرومیت از بهشت مخصوص کافران است و بس پس ساهر کافر است زمانی که سحر می کنه. نظر به این آیت کافر است و نماز خواندن پشت سر کافر که درست نیست مگر این که به طور صحیح به درگاه الله سبحانه وتعالی توبه بکنه و رجوع بکنه که دیگر چنین گناه را نمیکنه و بیاین خواهران و مادران عزیز خودمان را از این مسئله بسیار نگاه بکنیم زمانی که نزد یک ساحر میریم قدر گناه بزرگ را میکنیم و بعد چی میکنیم بعد اون را می میکنیم که واقعاً فلان ظاهر راست میگه واقعا که تاویز و جادوی آن بالای ما تاثیر مثبت خود را داره واقعا که ما به چشمای خود دیدیم کسی که سحر را تصدیق میکنه و عقیده به جواز سحر و حقانیتی او داشته باشه اینمی آدمم در حکم ساحر است خلاصه سحر پیش از شرک بزرگترین بوده و ساحر و تصدیق کننده آن هر دو کافر است بیاین اگر تا امروز رفتیم پس توبه بکشیم اما قضیه ابطال جادو با وسیله جادو بنا به فتوای صحیح علما ناجایز است زیرا هر بیماری باید با داروی حلال و مباح معالجه شود و الله سبحانه و تعالی شما مسلمانان را در حرام نگذاشته است در سنن ابوداود و از حدیث ابی دردار رضی الله عنه پیامبر اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم فرمودند که بیمار را دوا کنید اما با چیزی حرام مداوا نکنید حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه از پیامبر الله صلی الله علیه و آله و سلم بر روایت بخاری شریف نقل میکنه که فرمود الله سبحانه و تعالی شفای شما مسلمانان را در چیزی که به شما حرام کرده قرار نداده است شکی نیست که امی جادو را باید با ادویه حلال و آیات قرآن و دعاهای مصور علاج نمود و همین برای مسلمانان کفایت می و بس و در اخیر باید بگویم که خواهران و مادران نهایت عزیز اگر تا این روز نزد ساهر رفته بودیم و نمی فهمیدیم گناهی گناه عظیم و بزرگ دارد باید امروز توبه بکنیم به درگاه حق و امید است که الله سبحانه و تعالی توبه پذیر است و توبه منو و شما را قبول میکنه و دیگر نزد ساحر نروی چون زیرا ساحر خودش کافر است و کسی که برفته برای او یقین بکنه و به حقانیت او شک نداشته باشه او هم در جمله همو انسانی حساب شود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته